به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود نثار شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز تقدیم شما بینندگان گرامی یک نامه که از کان بادام به عنوان اصلاح رسیده است تقدیم شما می نماییم و این نامه از برادران و هم وطنان ما و شما و آنانی که در تاجیکستان زندگانی میکنند ولی ملیتشان ازبک است و باید خاطر نشان نمایم که شبکه اصلاح کاملا در خدمت همه مردم عزیزی کشور است و هر درد و رنج و هر مصیبتی که بالای یکایک هموطنان ما این رژیم و این حکومت دیکتاتوری و خانوادگی مولای رحمانوف می آورد حتما آن را به اصلاح ارسال نمایید و اصلاح در خدمت شما عزیزان است و عنوان آن چنین است: رحمانوف به ازبک ها پول نمی دهد. بخش اول. مسکوالیک همه دوستلرگا همه گا سلام پریویت. با تیپلی پریویت از تاجیکستان. تیپلی پریویت. شاخ امیرجی. تاجیکستان دا. رحمت. رحمت. همه لرنگا رحمت الهیم یکمزده آلو یه بولیلر. دا. مسکوالیک خدا ساخت. بینندگان گرامی، پس از خواندن این مکتوب که البته ما آن را خواندیم و در شبکه اصلاح آن را نشر نمودیم، شاید به حیرت مانید که مردم کانی بادام هم ناراضیگی خود را از بی‌عدالتی های مقامداران تاجیکستان بیان می کرده اند. به فکر ما اگر همین حیوان ها را خداوند زبان دهد، باور دارم از ما دیده آنها بسیارتر از این راهبران ما ناراضی هستند. ما ساکنان شهری کانی بادام برآمدهای یوتیوبی شما را بسیار تماشا میکنیم، حتی مانند فیلم های سریال. برای تماشا کردن تمام کارمان را یک سو گذاشته، به خصوص برنامه های سوال و جواب شما با شهروندان تاجیکستان و با مهاجران مهنتی را که منبر مهاجری حقیقی است میبینیم. شما درد دل مردم را گوش کرده و با سخنان شیرین و فارمتان تبابت میکنید. با شما هزار رحمت. ما هم یک گروه ساکنان کانی بادام هستیم که درد دلمان را به شما رسانیم و شما آنها را رسانه‌ای کنید. ما شهروندان تاجیکستان میباشیم ولی ملتمان ازبک، زبانمان تاجیکی و ازبکی میباشد. در 29 سال استقلالیت تاجیکستان، پرزیدنت به شهر کانی بادام دو مرتبه آمده است. گویا که در وقت نو پرزیدنت شدنش مردم کانی بادام زیدیت کرده باشند. برای همین کانی بادام نمی بیاید. در کانی بادام یگان نویگری نشده است که مردم کانی بادام بهره برده باشد. اما از پرزیدنت دیده رئیسان ولایت به کانی بادام بسیارتر می آیند. مانند رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده که مردم ما او را آرتیست لقب داده اند، ولی این را گویم که تخلص داده شما قفلانبای بیشتر مناسب است. این قفلانبای گویا که خانه آچش باشد. قریب هر هفته کانی بادام می بیاید. برای قبول و گسیر قفلانبای رئیسان شهر و دهه های کانی بادام تیاری می بینند. مکتب بچه ها را آماده می کنند برای پیشواز گرفتن رئیس ولایت. دهقانان را مجبور میکنند که برای ضیافت رئیس ولایت و آمدن و رفتنش پول جمع آوری کنند. 300 سومانی سر هر یک خواجگی دهقانی. تصور کنید در کانی بادام هزارها خواجگی دهقانی است. بر بالای این از دکانها، مغازه‌ها، داروخانه‌ها، آشخانه‌ها، بازارها، صاحبکارها پول آمد و رفت و ضیافت رئیس ولایت میگیرند. ما از این پول جمع کنی های مقامات کانی بادام و آمدان و رفتن بفایده رجب‌بای احمدزاده بیزار شده ایم. بچه این حیوان های خود گرگ باینا شکل چیه بوری مفتی هم میسنی ها چیه بوری آمده میگه از خربوزه کفته مفتی این همون با شب با خامرد می نگاه کرم با این دیخون ازو بشه بینید اون فنر که شب با خورافته چشماش خیلی اگانجو باشد پیش میکرینده خیلی میکنده است تمام وایران خربوزه اینه گاو همه تدیان تماما من او بیتکه زیان چانس پنج سامان او بیتکه اگر هفت هشت نباشه دگر. یک کار تماما بی‌معنای دیگر این است که در تلویزیون های دولتی و ولایتی تعریف و توصیف زیاد کرده نشان می دهند.
که امروز دهقانان کانی بادام در زمین های نزد حولگی خود در حجم 0.10 ساتیخ چند نمود زراعت را کاشته و چند حاصل هم میگینند که دهقانان نامی در یک هکتار اینقدر حاصل گرفتن نمیتوانند. و همه این تعریف ها در حضور رجب بای احمدزاده صورت میگیرد که باورمان کنید همه اشان دروغ میباشند. یک دو دهقانی در زمین نزد حولی دهقانی کردگی را به صد عذاب پیدا کرده به نوار برداشته و در شبکه های دولتی دروغ بسیاری گفته گوش مردم را کر میکنند. از همه این ساختکاری ها رئیس ولایت 100% با خبر است. نمیدونیم برای چی لازم باشد این همه ساختکاری ها. از این معلوم می شود آنچه را که در جریان سفرهای پرزیدنت تشکیل می کنند، افتتاح بناها و کشادن کارخانه ها، همش دروغ است، مانند کارهای رئیس ولایت. چه خیلی که گفتم در شهر کانی بادام در دوران استقلالیت یگان نویگری نشده است. حالا اگر وضعیت را حکایت کنم شاید باورتان نمی آید. ما در بناهای سر آشیانه زندگانی می کنیم. در این بناها آب برای استعمال نیست و ما استقامت کنندگان این آشیانه ها در نزدی بنا حوض کافته با ماشین آبکش آب را خریده آن را پوری آب کرده و بعد با یاری این نساز ها از این حوض به آشیانه ها کشیده و در ظرف بشکه ها پر کرده استفاده می بریم. امروز 60% محله ها و جماعت ها و خود درون شهر کانی بادام به آب می باشد و کوچه های درون شهر کانی بادام و محله ها سال هاست که تعمیر طلب می باشند. علاج پیاده گشتن نیست، چه رسد گشتن با ماشین. ما می گویم که رئیس ولایت زهر و زخم خورد تا آمده ضیافت خوردن و به حال مردم ننگریستن. این همه واهمه که تاجیکستان ذخیره زیاد آب دارد به چی در کار است؟ این همه واهمه ها و این همه داد و فغان هایی که ما 60% ذخیره آب آسیای میانه را داریم. مشکل مردم کانی بادام با این راه های فرسوده باز در آن است. کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی آن سخت به انصاف و بیرحم و پارخوری اشدی هستند. یکی از آنها سرژنت کلان بازرسی دولتی اوتوموبیلی ماما شریپوف نوردین می باشد که به نهایت بیرحمی پارخوری کلان است و تمام راننده ها از دست این ماما شریپوف نوردین بداد آمده ایم. وای در امتداد این راه و نقلیات شخصیش که با رقم 4999 NR02 مرسدس بنز در کجایی که خواهد در همانجا استاده پول کار میکند. فرقش نیست که اجازت کاری دارد یا ندارد. حتی بعض راننده ها میدانند که این کارهایش غیر قانونی میباشند. اشاره چوب او را نادیده گرفته نمی ایستند. او زود از قفای ماشین های نه ایستادگی برآمده آنها را سور کرده من می کند و حتما حقش را می گیرد. حتی همین خیل حالت شدگی بود که از قفای ماشین نه ایستادگی سور کرده رفته ماشین خود را در درخت زده بود، اما خود پگاهش از بازار ماشینی نو خرید. از کجا اینقدر پول می یابد این کارمندی بازرسی دولتی اوتوموبیلی؟ معاشش 900 سومانی می باشد و ناترسیده به دل پور می گوید که من این وظیفه را $5,000 داده خریدم و از خود وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده. تا من این پول را ده چند نکنم از شهر کانی بادام هیچ کجا نمی روم. شکایتت باشد رو و پیش همه مقامات بیان کن. مانند این کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی بسیارند در کانی بادام و دویم کارمند بازرسی دولتی اوتوموبیلی میاری ملیسا مومینوف نظیر جان می باشد. او را به کار استراوشن فرستادند، پریوات کردند، رفت دو ماه کار کرد، باز پول داده به شهر کانی بادام برگشته آمد. چنانه که خود کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی می گویند راه کانی بادام خوجند راه سردر آمده است. چی خیلی خواهی همین خیل کار میکنی و چی خدر خواهی پول کار میکنی. مومینوف نظیر جان دو برابر یعنی $10,000 داده جای کار را خریده است و با سپارش رمضان رحیمزاده کار میکرده است و فقط او را گوش میکنیم و تا پولی دادگی امان را 100% کردن نگیرم از کانی بادام هیچ کجا نمیبروم. سیوم کارمند بازرسی دولتی اوتوموبیلی سعیدوف بختیار از شهر کلاب میباشد. کارمندان کروپسی ولایت با 50 سومانی دستگیرش کردند. یک ماشین مرسدس 600 داشت فروخته و کروپسی پورا داده مشکلش را حل کرده بعد یک هفته باز به کار خود ادامه داد.
و از پیشترش بیرحم و بی‌انصاف‌تر شده، حالا پولی کم را نظرش نمی‌گیرد. از نام وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده گپ می‌زند. راننده‌های زیاد از بی‌عدالتی و بی‌رحمی این سه نفر کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی عرض و شکایت و حتی از جریان پاره گرفتن‌هایشان نوارها هم برداشتند و با پاره و دست هم افتادند، ولی به نتیجه ماند. در حالی که اینها بی‌رحمانه تر و دلپورانه کار کرده گشتند. شاید گپ این سه کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی راست باشد که کریششان رمضان رحیم زاده می باشد و فقط سپارش او را اجرا می کرده باشند، برای آنکه با این قدر قانون شکنی هایش و روی راست پارگیریشان باز در این وظیفه کار و فعالیت کرده گشتند. و امروز ما راننده ها از دست کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بداد آمده ایم. شما تصور کنید از شهر خوجند تا کانیبادام چند تا کارگران بازرسی دولتی اتومبیلی و پاس ها استاده است. حالا گویا برای کووید 19 باشد، در گردش خیستورز یک بلاک پاس گذاشتند و دویم پست بازرسی دولتی اتومبیلی بر آمدگاه خیستورز و سیوم بلاک پست با نام ریباجر است و همین طور تا کانی بادام 8 محله هست و در هر یک محله یک تای کارمندانی گایی یا پست دارند و یا همین طور بدون پست ایستادند. تصور کنید که از خوجند تا کانی بادام در راه چند تا کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی ایستادند، نه کم از 10 کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی. اینجا داخل شهر کانی بادام حساب کرده نشده است، در داخل شهر خوجند و بابا جان غفوروف به حساب. داد از دست این کارمندان پارخور و حرامخوری بازرسی دولتی اتومبیلی و وزیرشان رمضان رحیم‌زاده و این بلاک پست ها را نه برای کووید 19، برای پول کارکنی ماندگی هست. در این پست ها سرباز، بازرسی دولتی اتومبیلی، لیسانسیا، آمان، الفا، گمرک و کارمندان تیب ایستادگی هست. اگر تمام خلق از این کسلی مرده رود، هیچ وقت نمیگویند که مردم از کسلی کووید 19 مرد. تصور کنید که شما را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی منع میکنند و میگویند که پیش دکتر رو، تبت را چین کند. وقتی که شما را به اپاراتش چین میکند، میگوید یگان دو سامونی ده که ابد یا اینکه بنزین پولی کنیم. یا که سرباز من کرده حجت ماشین یا اینکه حجت بار را میپرسد. حالا اینکه این یک عسکر است و حق تفتیش کردن ماشین یا که حجت پرسی ندارد. این کسلی کووید 19 با ورمان کنید بر سر مردم عادی یک باری وزنین آورد. نمیدونیم که زندگی من را چه خیل کشاله کنیم. باز این بلاک پست های به حساب کاروبار فقط غارت خلق، از این به عدالتی ها کی خلاص می شده باشیم و چند سال دیگر طول می کشیده باشد. می خواهم درباره کمیته زمینی شهری کانی بادام و رئیس این کمیته حسن رحمانی چند جمله نیز برایتان بگویم. رحمانی پیش از کانی بادام در ناحیه بابا جان غفوروف کارو فعالیت میکرد. در ناحیه غفوروف یک فرمه پرنده پروری دارد و زیاد از 10 هکتار زمین باغ در روسیه باشد، دو تا خانه شخصی دارد و زمین هم دارد که مهاجران مهنتی در زمین های روسیهش کشت و کار میکنند. این مال و ملک را با نام اقربایش حجت کرده است. از روی بعضی از گفته ها شهروند روسیه هم میباشد، دو شهروندی دارد. در کانی بادام با احتیاط کار میکند و پاره را با واسطه معاونش فاضل جانزاده فرهاد میگیرد، گویا که خودش در یگان کارهای غیرقانونی همراه نباشد. با رئیس ولایت رجب بای احمدزاده، چنانه که شما میگوید قفلان بای، به نهایت دوستی زیچ دارند و قفلان بای کریشش میباشد. متخصص پیشبر کمیته زمینی کانی بادام رحیموف شوکت ارکینجانویچ یک کارمندی است، اصلا قانون را پسند نمی کند و تماما غیر قانونی کار می کند. گپش در پراکراتورا و امنیتی کانی بادام می گذرد. پشتیبانی با قوت دارد. اگر یکان کاری غیر قانونی باشد، مثلا یکان زمینی آبی را حجت کردن در کار شود، برای ساختمانی یکان دکان و یا منزل زمین در کار شود، حتما باید با رحیم و شفقت گپ زنان کنید. وای آدمی باوری ناک رئیس کمیته زمین حسن رحمانی می باشد. رئیس کلخوزی رواد حاجی تنی بردیف با رحیم و شفقت زمین های زیاده از 3 هکتار زمین های آبی را غیر قانونی حجت نزد حولگی کرده فروخته استاده اند. حالا آنکه با قرار حکومت و فرمان پرزیدنت زمین های کارم آبی را زمین نزد حولگی دادن ممکن نیست. از همه کارهای غیر قانونی تنی بردیف و رحیم و رئیس کمیته زمین حسن رحمانی با معاونش با خبرند.
در دالیا شریکند. در پراکراتورا و امنیت و حکومت کانی بادام هم با خبرند و در دالیا شریک. به اجازت آنها اجرای این کارهای غیر قانونی ناممکن است. رحیم و شفقت از پیش دستی خود این کار را نمی کند. تا رازیگی مقامات دخلدار و راهبر خود را نگیرد نمی کند. حالا تمام خلق می داند که هر کجا گپ پول باشد پراکراتورا امنیت و کروپسیا آنجا تیارند. خواه قانونی و خواه غیر قانونی باید با این مقامات نصیحت کرد و رازیگیشان را گرفت. و بعد رئیسان باقی مانده را راضی کرد و سپس کار را نترسیده سر می کنی. چقدر که شهروندان از بالایت عرض و شکایت کنند کسی نمی پرسد. امروزها تمام کارهای پسردنیکی میان نروی را بین عیبدار شونده ها و پراکراتورا میلیسا و امنیت در کانی بادام رحیم و شفقت می کند. در کانی بادام و بیرون از کانی بادام هم گپش می گذرد و عجابتش همین که کدام همکارش که گپش را نگیرد موادهای غیر قانونیش را تخت نکند عیبشان را یافته و کریشه هایش خبر میکند. تصور کنید که شما را خود پراکرور کانی بادام زنگ زده دعوت میکند و شما را پرسجو و عیب ناچیز شما را واهمه کرده میترساند و گویا که شما را خود حاضر محکم میکرده باشند و از کجای رحیموف با خبر شده در رو با یاردم همکارش به پراکراتور میآید، گپ زنان میکند و بعد گرفتن حق و حقوق و دالیه خود گویا همکار خود را از چنگال اینها خلاص میکنند. ولی اینها همش یک اسپکتکلی است که تمام مردم کانی بادام از آنها خوب آگاهند. ولی دیری نگذشته امنیت شما را باز برای همین کار دعوت میکند و باز رحیم و شفقت گپ زنان کرده شما را خلاص میکند و بعد خلاص شدن نو نفس راست کشم میگوید که شما را کارمند کروپسیای ولایت زنگ زده و باز دقیقاً برای همین پرابلما دعوت میکنند و آنها همه حادثه را با پراکرور، با امنیت، با میلیسا چی قدر دادنتون را 100% میدونند و برایتون میگویند شما زهر کف میشوید و باز رحیم و شفقت از کجای با خبر و میان رو شده کارتون را حل میکنند. خلاصه کلام رحیم و شفقت با این پستوهایش همکاران خود را زیر دست و از جانشان سر کرده است که نمی دانند از او چی خیل خلاص شوند. رحیم و شفقت مردم عادی را نیز از جانش سر کرده است. در برای این همه حادثه ها از کانی بادام سر کرده تا دوشنبه عرض و شکایت و مراجعت کردیم اما به نتیجه مان. 70% اهالی این جماعت ازبک زبان ها می باشند که از سبب ملت همان ازبک بودند در یک حالت ناگوار مانده ایم. خواستیم که با طریق کانال یوتیوبی شما دردمان را با پرزیدنت تاجیکستان رسانیم. برادر محمد اقبال، شما آدم خدا ترس و راستگو هستید. شما توسط کانالتان کمبودی های مقامات را روی راست میگویید. در جماعتی هم رابایف که در گذشته کارل مارکس نام داشت، رئیس پیشین این کلخاز امین جانوف خالمت جان زندگی میکنند. در نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد نیز کار کردند. انسان خوب با سواد و کادر خوب هم بودند. برای ملت و دولت تاجیکستان خدمت های شایسته زیاد کردند. و امین جانوف خالمت جان یک لایحه برای آبیاری کردن زمین های پالزی کانی بادام را تهیه کرده بودند. از جمله زمین های شهر کانی بادام را هم در نظر داشت. نقشه لایحه از این قرار بود که آب را از سیر دریا با نساس کشیده با کانال کلان فرغانه می ریخت. سپس این آب با سمتیاک با تمام زمین های پالزی کانی بادام جاری می شود. در این حالت زمین های جماعتی هم را بایف هم از آب تأمین می شدند و مردم این جماعت دیگر از آب تنقیسی نمی کشیدند. سال 2016 در جماعت مجلس کلان دایر شد. رئیس سابق ولایت عبدالرحمن قادری گفت برای آبیاری کردن زمین هایتان چه خیل پیشنهادها دارید بیان کنید ما آن را اجرا میکنیم. در مجلس امین جان و خالمت جان حضور داشتند. گفتند که محترم رئیس، من نه فقط پیشنهاد، نقشه آماده کم خرج نیست با خودم آورده ام. اگر شما اجرایش میکرده باشید خود حاضر آن را با شما میسپارم. عبدالرحمن قادری نقشه را گرفته دید که همه اش تیار،
حیران ماند و با امین جانوف سوال داد که شما کی این رو به نقشه گرفته بودید؟ در جواب امین جانوف خالمجان گفتند که من رئیس سابق یکی از کلخوزهای جماعت همروبایف بودم و نقص می دانم که کمبودی آب بسیار می شود. عبدالرحمن خادری با محلگرایی آشکار گفت اگر این لایحه یگان تاجیک می شود دستگیریش می کردیم، لیکن شما ملتتان ازبک می باشد، برای این از بودجه دولت پول جدا کرده نمی شود. گفت جناب عالی با ازبک ها پول نمی دهد. بعد شنیدن این گپ با پریزیدنت امامعلی رحمان مراجعت خطی کردیم ولی یگان پاسخ نگرفتیم. فکر کردیم شاید گپ های عبدالرحمن قادری درست باشد و تا حاضر ما از آب تنقیسی میکشیم و امسال زیاده از 390 گکتر باغ دهخانان پره از بی‌آبی خشک شده ریخت. 600 گکتر زمین های زراعتی پخته از بی‌آبی خشکیدن. زحمت های چند ساله دهخانان مهنتکش جماعت همروبایف بر باد رفت. در این آمار زمین پخته و باغ‌های قسمان خشکیده را به انابت نگرفته ایم. ما تماماً از حاصل مانده ها را در نظر داریم و بالای سوختن مکاب کارمندان انداز آمده از این زمین های از بی‌آبی خشکیده هم مجبوری انداز گرفته استاده اند. به خدا از این بی‌عدالتی ها از جانمان سر شده ایم. نمی دانیم چی کار کنیم، کسی ما را گوش نمی کند. مقامات حاکمیت دولتی کانیبادان باشد این همه را پنهان کرده و فکر پرداخت زحمت و ضرر دهقان را ندارند. بگذار، ولی ما پول انداز زمین های خشکیده را از کجا بدهیم؟ آخر 28 ایونی سال 2020 رجب بای احمدزاده به شهر کانیبادان برای حل مشکلات کمبود آب آمد، اما در اصل کانیبادان به ضیافت خوری و دالیغون کنی می بیاید و خلاص. همان روز ساعت های 11 شب بدون آنکه کدام کار کند خیست و دوباره به خوجند برگشت. گپی خالی در عمل چیزی نیست. آبی کنالی کلان فرغانه به جماعه همروبایف و دهه کوچکک نمی بیاید. مردمی نیازبیگ، پختکار و محرم زمین های خود را از سیر دریا توسط نساس آبیاری می کنند و کمبودی آب ندارند. در کانیبادان فقط جماعت همروبایف کمبودی آب دارد، در حالی که نظر به دیگر جماعت ها زمین های کارم آبی بسیار دارد. ما مردم کانیبادان فهمیدیم که در زمین های بابا جان غفوروف یک شهرک با نام سیهون از دوره کار رئیس سابق ولایت عبدالرحمن قادری بنیاد شد. زمین های غیر کارمی گرد و اطراف سیهون زیاده از 5000 گکتر بودند که آبیاری کردند. میخواستم اصلا خاطر رسان نامم که موضع سانغار این زیاده از 15000 گکتر زمین های بیکا خوبیده هستند که در موضع شمال و شرقی شهر خوجند جایگیر شده است. آن لایحه‌ای که امین جان و خالمت جان برای جماعت همروبایف به نقشه گرفته و به عبدالرحمن قادری پیشنهاد کرد در عمل تطبیق کرده نشد. سابق رئیس ولایت عبدالرحمن قادری این لایحه را برای شهرک سیهون جاری کرد. از سیر دریا آب را با نسازهای کلان کشیده تا به درآمدگاه شهرک نوبنیاد سیهون آورد. و ماه‌های می، ایون با لایحه کشی و اساساً ماهی ایول و آگوست با ساختمان انشاءات سلسله انشاءات های پایگاه های آبکشی از دریای سیر برای آبیاری نمودن موضع سانغار آغاز کردیم. در اینجا یک حوض آبانبار بزرگ ساخت. آب سیر دریا اول به این حوض می ریزد، سپس به یاری دو نساس و تروبه های 500 قطری به زمین های غیر کارم روانه می شود تا زمین های محله همراباد و میرزاراباد آب می بیاید. زمین های چندین ساله بیکار خوابیده را آبیاری کردند و در محله همراباد و میرزاراباد زیاده از 1000 گکتر زمین للمی را آبی کردند. عموماً لایحه از خودکنی زمین های موضع سانغار و میرزاراباد این برآوردن آب با بلندی 325 متر با درازی زیاده از 13 کیلومتر به نقشه گرفته شده است. این زمین ها را عبدالرحمن قادری به نام فرزندان و خش و تبارش خصوصی کرده گرفت. موضع سانغار از روی خلاصه های متخصصان ساحه کشاورزی برای بنیاد نمودن باغ های اینتنسیوی زردالو و سیاه آلو
بسیار هم موافق و مساعد می باشند. هزار گکتر را و حتی باغ حاضر زمانه بنیاد کرده پرزیدنت را برده لنتش را بریدند. این زمین ها در کنار شاهراه خوجند مسچا جای گیرند و زمین های همرآباد و میرزارآباد و زمین های جماعت بابا جان غفوروف می باشند. و این حوضی که آب سیر دریا می ریزد در شاهراه خوجند مسچا و در گردش راهی چارقدران جای گیر است. دروازه این قبرهای آبکش از سیر دریا تا حوض 15 کیلومتر و از این حوض تا زمین های پسران عبدالرحمن قادری یعنی که تا همرآباد زیاده از 20 کیلومتر می باشد و این لایحه با پول قرض بانک های خارجی تطبیق شد. عبدالرحمن قادری برای منفعت خود و فرزندانش این لایحه را در اینجا عملی کرده و هم از پول جدا شده برای این لایحه خیلی اش را دزدی. این همه اش نیرنگ های رئیس سابق ولایت عبدالرحمن قادری می باشد و آن گپی که عبدالرحمن قادری گفته بود شمایان ازبک می باشد و برای این لایحه شما از بودجه دولت پول جدا کردن نمی شود، می خواهیم که جوابش را گیریم و تا حاضره ما استقامت کنندگان جماعت همرابایف تنقیسی آب پالیزی و هم نوشاکی داریم. کی و کی به درد ما می رسیده باشد نمی دانیم. عبدالرحمن به انصاف باید اقلن به امین جان و خالمت جان رحمت گوید که لایحه تیار او را دزدیده برای خود و فرزندانش هزار گکتر زمین را ساخت. کشتوکار دهقانی امان از به آبی خشکیده ریخت. نمیدانیم تا سال دیگر چه خل زندگانی امان را کشاله کنیم. بانک ها باشند این حالت ما را دیده فشار آورده ایستادند که فایز و پول گرفته اتان را برگردانید. نمیدانیم چه کار کنیم. بین زمین و آسمان ماندیم و به همگان معلوم است که با سبب کسلی کووید 19 پرزیدنت گویا که برای خلقش سبوکی داد. فرمان رقم 1544 از تاریخ 5 ایون سال 2020 معلوم می شود که این فرمان تماما دروغ بوده است. کارمندان بانک و انداز با ما فهمانیدند که این فرمان فقط برای آدم های پولدار و خش و تبار خود پرزیدنت منفعت داشته است. برای شهروندان باقی مانده تاجیکستان تماما دخل نمی کرده است. در حقیقت همین خیلی بوده است. برای آنکه ما مردمی زیان کشیده با تمام مقامات مراجعت میکنیم، آنها با یک آواز گفتند که فرمان به شما دخلش نیست. و دویومش این که بانک های ما با پول دولت کار نمی کنند، فقط با پول مردم کار می کنند. حالا ما فهمیدن می خواهیم که آیا در وطن ما مردمی آسایشته پولدار هست که بانک ها را باور کرده پولش را به این بانک ها ماند؟ به فکر ما غیر از خش و تبار پرزیدنت دیگر یگان کس این بانک ها را باور ندارد و جرأت نمی کند که در آنها پسنداز بماند. پس سوال این است که این همه پول بانک ها را خش و تبار پرزیدنت از کجا می یافته باشند و چرا فقط خش و تبار پرزیدنت پول دارند؟ ما باوری کامل داریم که داملا محمد اقبال این نامه با درد و الم نوشته ما را نشر میکنید. شما هم نمیگویید که ازبک هستید و با آن اهمیت نمیدهید. پایانی بخش اول. خطاب اصلاح به همه ملت تاجیک و خاصتا ساکنان گرامی کانیبادان. اصلاح منبری حق گویان و به خاطر بیان اندیشه سالم و سازنده برای بنیاد جامعه سالم است و همیشه در خدمت شما و برای درد و شکایت های شما عزیزان تأسیس داده شده است. برای ما هر شهروند کشور عزیزمان عزیز و دارای قدر و منزلت است. ما تا امروز هرگز هیچ هموطنمان را با محل و منطقه و زبان و نژاد جدا نکرده ایم و تا آخر نخواهیم کرد. هر شکایت دارید مرحمت نویسید، حتما در اولین فرصت آن را نشر و نوار کرده تقدیم جامعه خواهیم نمود. شما قلم به دست گیرید و نویسید، ما در خدمت شما ان شاء الله که حاضر هستیم. ولی بینندگان گرامی، این بود نامه با صد درد و الم نوشته ساکنان ازبک زبانی کانیبادان. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.